اقدام عجیب و جدید فمینیست‌ها که دست بردار نیستن و میخوان به شرکت اصلی این اینستاگرام در آمریکا برن تا پیج آیسان اسلامی رو ببندن و وکیل هم گرفتن. آیسان فاکینگ اسلامی. منم ترجمه میکنم. تو آره ترجمه شده رو با فارسی بفرستی. اینا جدی‌تر میگیره. کاری که کرده به صورت رسمی در آمریکا جرمه. پرونده رو درست میکنم چون اینا از داخل متا میتونن پیج رو ریپورت کنن. حمایت جنجالی حسین تویی از آیسان در مقابل فمینیستا. همونه دیگه یهو که متحول نمیشه. اقدام جوانمردانه رضا علی پور و فروش گوشیش برای کمک به مردم. صحبت‌های جنجالی مدگل در مورد یوتیوبری به نام فیمس هاجی. مقانعی که من زدم و شعورم نرسیده که. و کلی اتفاق جنجالی دیگه که در ادامه میبینید. و قبلش لایک و سابسکرایبتون نره. آقا درگیری آیسان با این دخترای فمینیست تمامی نداره و حالا این خانم‌ها میگن معذرت‌خواهی کافی نیست و میگن ما تمام ویدیوهای آیسان رو ترجمه کردیم و وکیل گرفتیم و میخوایم از آمریکا پیجش رو ببندیم. همون دخترم نوشته از همینجا خواستم اعلام کنم که این داستان به گوش وکلای آمریکا رسید و من دیگه نمیخوام بهش بپردازم تا ببینم نتیجه چی میشه، چون از اینجا به بعدش دست من نیست. و اما این وسط فقط حسین تویی اومد و از آیسان حمایت کرد و بقیه دوستای آیسان همه سکوت کردن. تویی در حمایت از آیسان نوشت آیسان تو همین دو سال به کلی از جوونا عشق، محبت، مردانگی، خانومی، انسانیت، لبخند، نظافت، ورزش، شعور و مهمتر از همه خودپرستی یاد داد. حالا واسه یه حرف اشتباه، اونم از روی برداشت اشتباهی که چندین بار به خاطرش عذرخواهی کرده، یه سری ها دیگه ول نمی‌کنن. مخصوصا شبکه‌های لاشخور صفتی که فقط منتظرن یکی رو به خیال خودشون تخریب کنن و همه مشکلات امروز فرهنگ ایران رو بندازن گردن یکی که محبوبه. من میدونم این آدم قلبش تلاست، نیتش خیره، جوگیر نشید، گذشت داشته باشید. من همین اتفاقی بود که سر زندگی آزادی باعث شده بودش که من اصلا از سر کار و اینا تمرکزم رو از دست بدم و لطمه بخوره به کارم. ولی این داستان آیسان قضیهش فرق میکنه. این آدم تو خاک آمریکاست و ابعاد خشونتش و کاری که کرده به صورت رسمی در آمریکا جرمه. جرم بسیار بالایی هم هست. تو در قانون آمریکا بیای عذرخواهی کنی. حالا عذرخواهی آیسانه که ولش کن. نمی‌کرد بهتر بود سیریوسلی. بیای بگی گوه خوردم، جریمت میکنن. حالا یا نقدی یا پیجتو میبندن. حالا این عذرخواهیه شاید مثلا یه تخفیفی بهت بده. کوین اسپیسی رو با اون معروفیت و اینا بعد از اینکه پرونده های تجاوزش و اینا رو شد و کسایی که تجاوز کرده بودن اومدن افشاگری کردن رو از یک سریال تلویزیونی کشیدن بیرون و این آدم تباه شد پرونده چیزش، حرفه ایش، کوین فاکینگ اسپیسی. الان این آیسان فاکینگ اسلامی لست نیمش هم چقدر بهش میخوره، حداقل با پیجش بسته شه. دست شما در نکنه، ما آدمای عادی رفتیم ریپورتش کردیم، اما بچه که آمریکا هستین، ما همه دوست آشنا توی متا داریم، ماشاءالله ایرانی ها همشون جای درست حسابی کار میکنن، تو متا هم خیلی ایرانی هست، تو رو خدا بهشون ریچ اوت کنی. من خودم دارم الان این کار میکنم، دارم پرونده رو درست میکنم چون اینا از داخل متا میتونن پیج رو ریپورت کنن، فقط داکیومنت پروواید کنن براشون بفرستین. حتی اگه میتونید اون متن تهدیدایی که به سیمین فرستادن و منم ترجمه میکنم، اینا البته دارن خودشون کسی که ترجمه کنه ولی افرت رو نشون میده. وقتی تو آره ترجمه شده رو با فارسی بفرستی اینا جدیتر میگیرن. بعد متن ویدیوی این آیسان رو هم که تهدید کرده رو من دارم انگلیسیشو در میارم، مزخرفات رو که اینا رو بفرستیم. همین خواستم بهتون بگم که اگر آشنا ماشنا تو متا دارین، هر کاری میکنن تو متا، مهم نیستش. اینا اگه کارمند متا باشن یه اینترنال سیستمی دارن که میتونن تیکت سابمیت کنن. من اون موقعی که پیجم هم هک شده بود در نهایت اینجوری پیجم رو پس گرفتم از این راه عمومیش که ریپورت کنی و درخواست بدی جواب نمیده، ولی از داخل وقتی انجام میدی خیلی موثرتره. بله و ما از این جریانا که بگذریم میرسیم به رضا علی پور، قهرمان محبوب کشورمون که توی یه اقدام خیرخواهانه
اومده گوشی خودش رو برای فروش گذاشته تا به مردم کمک کنه. سامسونگ بوده 10,000 تا گوشی زد مخصوص ورزشکارای المپیکی و به جز این هم دیگه تولید نمیشه و براتون عکسشو میذارم. اما من میخواستم اینو بفروشم برای اینکه به پول احتیاج داریم واسه کودکان کار و تا بتونم تحصیلشون رو ادامه بدم. قبل اینکه برم المپیک داداشم فرهاد بهم گفت چیکار کنیم، اینو حدود 600 تا 700 میلیون پول احتیاج داریم واسه این بچه‌ها. گفتم نگران نباش، خدا با ماست، درست میشه. و وقتی اصلا این گوشی رو گرفتم ناخودآگاه این بچه ها یادم افتاد. برای همین احتیاجی نمیدونم این گوشی دستم باشه، چون یه گوشی دارم. اگه این گوشی هم مبلغ پایش 200 میلیونه و کل این مبلغ تماما صرف خیریه میشه. مدگر هم که قبلا با فیمساجی درگیری داشت اومده ازش معذرت خواهی کرده که بهتر ببینیم. از این تریبون میخوام استفاده کنم که در وهله اول از صمیم قلب از فیمس حاجی عذرخواهی کنم. من روحم خبر نداشت که اینقدر مورد تمسخر و آزار قرار گرفته به خاطر حرف احمقانه ای که من زدم و شعورم نرسیده که آقا تو فالوور داری میری فلان حرفو میزنی، اینو بفهم که مردم میرن مسخرهش میکنن، اذیتش میکنن. چون من اصلا فکر نمیکردم این اتفاق واسش بیفته، مگر این زبونو میچیدم میداختم سطل آشغال. تو غلط میکنی، این کارو میکنی با یه آدم. خیلی ناراحت شدم از دست خودم، واقعا ازت عذرخواهی میکنم، واقعا ازت عذرخواهی میکنم. و چه مرد بزرگی هستی که با اینکه این همه آزار وارد زندگی شده به خاطر یه حرفی که من باید دهنمو میبستم و نمیزدم، که میای و میگی همدردی با من میکنی. ای خاک تو سر من کنم. اما این کسی که داشت اینترویو میکرد توی مساجیو که نمیدونم کیم هست، اول شما از این در زدی تو که when my friend says she's a hoe she's a hoe bro code، و که فیمس حاجی مثل یک آدم بالغ با شخصیت صحبت کرد، زدی تو اون فاز که نه من که قضاوت نکردم. تو قضاوت نکردی، تو دو ثانیه پیش داشتی میگفتی when my friend says she's a hoe she's a hoe. وقتی شغلت اینه که آدم رو اینترویو کنی بشناسی، سبک سنگین کنی حرفا رو، بعد رفیقات میگن یه دختری she's a hoe in your opinion. Who are you? Get my pretty name out of your mouth. You have no honor. You're such a little person. حداقل با اون she's a hoe stick کن، بمون سر حرفت. اینقدر بادی به هر جهت نباش که حالا یه طرفمون باشعور بود ما هم ادای روشن فکر آدم میریم، اگه بیشعور بود ما هم she's a hoe میشیم. What the fuck is wrong with you? خلاصه اینم از ویدیو امشب. لطفاً ویدیو رو لایک کنید تا اینجوری ازمون یه حمایتی هم بشه. دم همگیتون گرم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.